یک دستبندی دیگه گناه، گناه‌های صغیره و کبیره است. برخی گناه‌ها گناه‌های کوچکه، برخی گناه‌ها گناه‌های بزرگه. خب طبعاً اون بزرگه بدتره دیگه. گناه کبیری که از مؤمن نباید سر بزنه، صغیره‌اش هم نباید سر بزنه. منتها حالا کبیره اون معصیتیه که پرده دری بیشتری کرده. یک نفری که خدا نکرده زنا می‌کنه گناه کبیره است. یک کسی که استمنا می‌کنه، خود ارضایی می‌کنه، گناه گناه کبیره است. این پرده‌دری سنگینیه در مقابل حق تعالی. کتابش هم هست، گناهان کبیره، دانلود کنید. کتاب گناهان کبیره شهید دستخیب معروف بود، اول انقلاب همه میخوندن، همه کسی که انقلابی بودن اینو میخوندن تا یاد بگیرن که چجوری باید اول جهاد با نفس باید بکنن، بعد چی؟ اول جهاد اکبر، بعد جهاد اصغر. هر روز هم پی دی افش رو دانلود کنید بخونید، گناه کبیره و صغیره بشناسید. الان ما وقت نداریم بیایم فهرست بندی اینا رو مجزا کنیم و اینا بیام جدا جدا خدمت شما بگیم. خب سحر گناه کبیره است. اینا که سراغ دعا نویس و جنگیر و جادو جنبل اینجا چیزا میرن، اینا گناه کبیره انجام میدن و کافر به تمام ادیان الهی میمیرن. عین روایت این خانوما که سراغ این دعا نویسا میرن، اینا آدم پدر سوخته ان عموما. و از اونجا که شما نمیتونی پدر سوخته و غیر پدر سوخته شون تشخیص بدی، چون پدر سوخته هاشون هم فیلم بازی میکنن، ادا در میارن، میگه آیه قرآن به من داره، با تو توجیه نیستی. اون کاغذی که آیه قرآن روش نوشته قبلا چی کار کرده این آدم نمیدونی. جایی بود یکی رو دستگیر کردن، از من خواستن که من در جریان پرونده قرار بگیرم با من کسی که حالا مثلا یه حوزه این شیاطین کار کرده بودم، فیلم بازجوش آوردم من نشون دادم. این خود اینا میگفتن وقتی ما خواستیم رو دستگیر بکنیم، مردم به ماشین 110 سنگ میزدن. یعنی اینقدر قشنگ این آدم فیلم بازی کرده بود. در زیر زمین خونه اینا مقدساتی پیدا شد که آلوده به نجاسات شده بود، که کسایی که اون سخنرانی رمالی و جنگیری رو اومده بودن دیدن، من اسنادش هم نشون دادم اونجا، منتها تو فیلم اصلی نمیتونستیم بذاریم. من اجازه گرفتم گفتم اونجا توی سالن نشون بدم و دوربینا آوردم پایین. حالا دوربین خودمونم که مال خودمون، کسی فیلم ضبط نمی‌کنه، من نشون دادم اسنادش. خب یعنی شما نمی‌دونید یه وقت می‌بینی به سر ندانستن یه گناه کبیره بدجور داری انجام میدی. خدا نیرو اون روز می‌خواد بره بخت دخترش وا بشه، نمی‌فهمه داره گناه کبیره به درگاه خدا انجام میده، پای شیاطین رو باز می‌کنه به زندگیش. حالا این میمونه با شیاطین، بعد دیگه میاد ناله میکنه چرا خدا من نجات نمیده. رفتی در قفس شیر رو وا کردی، تو باغوش پریده بیرون، این همه هم نوشتن به قفس شیر نزدیک نشوید. مشکل کیه؟ توه. کس همین کار کرده سری توبه کنه. چیز هم که اون یارو ها گرفته بریزه توی آب روونی، رودخونه چشمه یه جایی آب ببره توبه کنه، اش بریزه اساسی ها. همین مارمزونش وقتاشه.